زخمایی که میگم اصلا گفتنی نیست، نمیشه، یعنی ترمیم پذیر نیست. ولی اونجا چیزه، این بچه ها فرصتی نکردند، یعنی فرصتی نداد که در واقع کنار بیان از این همه آواری که ریخته بود، از این همه کسانی که گم شده بودند برای همیشه. پستی این جنایت رو شما باید اون لحظه احساس کنی که سالها تو بندی، پوست و استخون شدن بچه ها و بعد جرم دیگه نمیتونی انجام بدی و اینها انقدر بزدل و ترسوان که به اصطلاح از ترس این باقی مونده وجود اینا که فقط یک به اصطلاح شخصیت انقلابیه، یک آرمان و پایبندی به یک سری ارزش‌های انسانی، حقیرانه دارن اونم بدون شلیک گلوله با طناب میکشن که کسی متوجه نشه که شورش تو زندان باشه. یعنی انقدر بزدلن که از زندانی دست بستن میترسن. چشمان نمونه زدیم بالا، قیافه‌ها رو که نگاه میکردم احساس میکردم هر یک از این بچه ها 20 سال پیر شدن. حتی احساس میکردم مثلا بعضی بچه ها موهای سفیدشون خیلی چندین برابر شده. برخلاف کسانی که میگن نمیخوایم دردمان باز گشایی کنیم، زخم ها رو دوباره تازه کنیم، من فکر میکنم باید زخم ها باز باشه، چرا که ارزش ها باید آفریده بشه و ارزش ها نه برای من، نه برای فرزندان من، برای جامعه، برای بشریت، برای انسانیت. به نظر من چنین چیزی غیر قابل فراموش شد. بعضی موقع همون موقع برای که بچه ها متوجه نشن خودم زیر پتو گریه میکردم. تو کلی میری شب تنها میای. این خب خیلی سخت بود. بعد این صدای عروسی رو که میشنیدی اصلا دل آدم باز میشد. بعد احساس میکردی که حالا این همه مرگ که اینجا جریان داره بیرون از اینجا زندگی جریان داره. یه خانومی یه دست بزرگ گل رز بغلش بود، از اتوبوس اومد، در اتوبوس اومد بالا. نفهمیدم کی بود، بچهشو کشته بودن، شوهرشو کشته بودن، کی بود؟ گفت من کشتم، ولی شماها زنده باشی، خوشحالم که شماها زنده اید. به همه یکی یه شاخه گل رز پرت کرد. هدف من اینه که هیچ زندانی وجود نداشته باشه، انسان‌ها بتونن حرفشونو بزنن. زمانی هم که مردم بخوان هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، سیلیه که میاد و میبره همشون. توی این زندان‌ها آنچنان حماسه‌های درست شده، آنچنان فداکاری‌های شده که بازگو کردن اینها برای هر کس، فرد مقابل من باید لیاقت یا سزاوار یک همچین حماسه‌ای باشه که براش بگم. بعد این به سکوت فرو رفتم، نمیدونم چرا، ولی به سکوت عمیق فرو رفتم.